سلام بر شما، سلام هموطنان گرامی و عزیز، صبح شما بخیر بوده باشه و حلول ماه مبارک رمضان برای همه شما دوستان و عزیزان تبریک و تهنیت میگم. امیدوارم که خداوند به حقی ماه مبارک رمضان صلح و امنیت در کشور ما و شما بیاره و مردم به طرف یک آسایش و به طرف یک آرامی حرکت بکنن و زندگی بکنن و ادامه زندگی بدن. امروز تقریبا اول صبح است، ساعت 8:30 صبح است و یک روز کاری را دوستا و عزیزا لطف کردن میخواین که به تصویر بکشن. حالا در خدمت شما هستیم و پسانتر از اینجا به طرف شورا حرکت میکنیم و انشاءالله تا آخر روز با هم دیگر خواد بودیم. خب حالا دوستای عزیز، یک دو نفر از دوستای ما آمدن، با اینا صحبت میکنیم فعلا و مشکلات از اونا را میشنویم، باز و باز حرکت میکنیم به طرف شورای ملی افغانستان. حال خود حرکت است، میریم به طرف شورای ملی. ما دو نفر از دوستای خود دیدیم، مشکلاتی که وجود داشت در مجموع مشکلات با هم مطرح کردیم و امیدوار هستیم که این مشکل ما بتانیم حل بکنیم. دوستای ما سرصدا را بالا کردن که پارلمان باید باشه، پارلمان باید کارش ادامه پیدا بکنه اینطوری. و از جانب دیگه حقیقتش اگر فکر بکنه هموطنهای عزیز، در شرایط فعلی یکی از ارگان هایی که مشروعیت داشت و فعلا داره این پارلمان و ولسی جرگه افغانستان است. به خاطر از اینکه ولسی جرگه یکی از شورای ملی در مجموع یکی از ارکان ثلاثه نظام افغانستان در مجموع حساب میشه. به او خاطر چون در ماده 83 قانون اساسی که آمده باید انتخابات برگزار شود، بعد از انتخابات و بعد از اعلان نتیجه دور ابدوم به حساب کار خود آغاز کنه ولسی جرگه افغانستان، به او خاطر ضرورت بود که ولسی جرگه افغانستان کارش ادامه پیدا بکنه. و این مسئله تمدید هم نیست، این هموطنان عزیز این را توجه بکنین که این مسئله تمدید کار ولسی جرگه نیست که یک مجموعه بیایه باز بگویه که کار شما تمدید شد. در شرایط فعلی پیشتر با شما گفتم که یکی از اجلاس های پارلمان باقی مانده بود و فعلا مصلحت به اینمی است و صلاح به اینمی است و شرایط فعلی هم حکم میکنه و قانون هم حکم میکنه که بعد نظر داشته یک اجلاس باقی مانده ولسی جرگه پارلمان افغانستان کارش باید ادامه پیدا کنه. جوان چطور هستی؟ صحت خوب؟ سلام سلام، بخیر هستین؟ صحت شما خوب جان جو؟ دیروز مقصد جنجال تیر کردن کلی تانا هم ایسا خان کجاست؟ ایسا خان آی نام به خدا، او یک تقدیر شده واقعا به نمایندگی شما البته. نه مگه ما
آفرین سر بازای آفر بله واکن 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 اگر هر آره. کس هر وکیل که ماش خدا میتا به تمام سر بازای اون مو جوان اون سه نفر میگه از بین اون از بین ساخان ساخان ریاست جمهوری مودی نه نه اینا ل ایسا خان به تنهایی نمیتونه خدا خیر تول تو را کرد اگر او تنها می بود استاد میشد ای بچا پشت شانه میبود آفرین 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 تشریک مصاحب بود. بسم الله الرحمن الرحیم با اجازه جناب رئیس هیئت محترم اداری وکلای معزز مردم افغانستان جناب رئیس اف ما صحبت های همه دوستان را تایید میکنم و همه تبریک میگم لباس عزت مردم افغانستان و تن مبارک شما و همچنان تایید میکنم صحبت هایی که در رابطه با نیروهای امنیتی صورت گرفت و تقدیر از اونا و تشکری از اونا من خلاصه میکنم گپای خود پیشنهاد اول که خدمت شما دارم جناب رئیس و وکلای معزز مردم افغانستان چونش که شما گفتین ملت افغانستان ملت مجاهد است یعنی امتیاز جهاد به هیچ قوم و به هیچ سمت تعلق نمیگیره متعلق به ملت افغانستان است استیضاع حق مسلم ولسی جرگه افغانستان است در این رابطه ما نباید یک افتراق را خدای نخواسته به وجود بیاریم بحث قوم و سمت و نژاد و چپی و راستی و ایگاپا را مطرح بکنیم حالا وقتی از او گذشته خانه ملت به نام خانه مردم افغانستان یاد میشه اینجا عزت مردم افغانستان باید تمثیل شود ما وحدت و هماهنگی را باید تمثیل بکنیم و ارائه بکنیم به مردم افغانستان و پیشنهاد دومی است جناب رئیس ما قبل از دو ماه همیره که شما مطرح کرده بودین که یک کمیسیون ساخته شود از کمیسیون روابط بین المللی، کمیسیون امنیت داخلی و کمیسیون امور دفاعی که یادم است که یک چند تا وکیل سیوا پیشنهاد کرد که این نماینده های دیگه کمیسیون ها باید بیاید در اینجا سهم داشته باشد ولی انمون ما در این رابطه در کمیسیون روابط بین المللی بحث کرده بودیم که در حکومت اولتیماتیوم داده شود که در ظرف دو ماه این روز اول سرطان رو پیشنهاد کرده بودیم که در ظرف دو ماه پالیسی مشخص خود باید مطرح بکنه چنانچه که دوستان مطرح کردن که در رابطه با اصول سیاست خارجی چی تصمیم داره ما یاد ماست که دوران کرزی صرف یک سخنرانی مطرح شد و داده شد با مردم افغانستان که اصول سیاست خارجی است در این دوره یک کتاب چاپ شده یک کتاب بسیار خوب او خود نمیشه اصول سیاست خارجی بوده باشه جناب رئیس و این کمیسیون ما پیشنهاد کرده بودیم که این کمیسیون دایر شود حالا ما تاکید میکنم سر از اینکه این کمیسیون دایر شود جناب رئیس بحث دیگه که در رابطه با امنیت وجود داره شما از خود قندوز هستین وطندارای شما دوستای شما از چهار سمت افغانستان بحث اینمی است که امی امکاناتی که دسترس دشمن قرار میگیره امی امکانات از کجاست مرمی که از اونجا فیر میشه سر نیروهای امنیتی و تهاجمی که از اون طرف صورت میگیره وسایل و امکاناتی که اونا داره وسایل روز از جناب رئیسه
دوستای عزیز خود در با وجودی که دیروز حمله انتحاری صورت گرفت در ساختمان اصلی ولسی جرگه و امروز مجلس فوق العاده در الحاقیه شورای ملی برگزار شد و ما تشکر میکنم از رئیس مجلس و اعضای محترم مجلس که اینا بازم جرأت کردن و همت کردن که دوباره بیاین مجلس برگزار بکنه که یک نویدی است به مردم افغانستان که ما تسلیم جبر زمان و گفته شهید کاظمی نمیشیم و تسلیم توطئه های دشمن نمیشیم. بس یک امروز شما شاهد بودین که یک لونگی و چپن داده شد برای رئیس مجلس به مناسبت مدیریت خوبی را که اینا دیروز داشتن. دیروز شما شاهد بودین روز گذشته که وقتی که انفجار صورت گرفت اعضای محترم مجلس اکثریتشان ماندن، اینا کوشش کردن که در داخل تالار بمانن، از جمله خود رئیس مجلس که اونا با جرأت تمام سر جای خود ششتن و انگیزه دادن، رویه دادن برای اعضای مجلس. طبعا یک تعداد خواهرای عزیز ما که اونا یک مقدار نگرانیشان ابراز کردن و امروز این لباس عزت مردم افغانستان که به اونا داده شد فقط به این مورد بود. با اجازه از خانه خواهرا و برادرای خود بیرون رفت. لونگی یک لونگی با افتخار است که بسر جناب رئیس هم به نمایندگی از پارلمان در سال 1366 امتحان کنکور دادم و نتیجه امتحان کنکورم گرفتم. در او دوران وضعیت امنیتی خوب نبود، روی جوان ها یک مقدار فشار وجود داشت، به او خاطر باز ما رفتیم در ولایت پروان در کنار شهید کاظمی و در کنار همرزمان دیگه که در اونجا حضور داشتن با اونا یک جای شدیم و در دوره جهاد سپری کردیم و سال 66 تا سال 71 که در سال 71 ما برگشتیم در کابل. باز با توجه به نتیجه امتحانات کنکور ما وارد پوهنتون یا دانشگاه طب شدیم. در تا سال 75 ما شامل درس فاکولته طب بودیم که در او دوران باز رژیم تغییر کرد، دوباره ما یک سکتگی به وجود آمد تا سال 81. در سال 81 یک چند سال از درس ها باقی مانده بود که ما دوباره رفتیم، ولی در پولی ازو ما از سال 88 شامل یکی از پوهنتون‌های شخصی شدیم و با در نظر داشت رفتن به پارلمان و گرفتن عضویت در ولسی جرگه رشته حقوق تحصیلش شروع کردیم و لیسانس حقوق و علوم سیاسی را ما گرفتیم. فعلا هم تصمیم داریم که دوره ماستری را در این رشته در رشته حقوق بین الملل ادامه بدیم.
هزار شهدای شورای ملی افغانستان است که سال 86 جمعی از وکیل سیبا به رهبری شهید کاظمی که سفر کاری داشتند در ولایت بغلان به منطقه به شهادت رسیدن که مزارشان در اینجا است که اینجا دو تا قبر سادات بزرگوار است که در دو تا گوشه از این مزار وجود داره. حالا با شما برای دعا کردن میریم در مزار شهدا. شش تا اولاد داره فضل خدا شهید کاظمی که بچه‌اش یک بچه کلانش فعلا در پوهنتون و دانشگاه درس میخونه و بچه دومیش هم در دانشگاه هست. دختره کلانش فعلا در فاکولته طب درس میخونه و دختره که دومیش هم فارغ شده از فاکولته علوم سیاسی و دختره که سومیش هم در جریان تحصیل است. و جالبش این است که وقتی که شهید کاظمی به شهادت رسید یک بچه که خوردش که محمد رضا نام داره 3 ساله و در خانه ماند و امی بچه بسیار تحمل کرد و اعضای خانواده کوشش کردند که این بچه را به یک شکل دلداری بتن که زیاد متوجه نشد و فعلا او فضل خدا کلان شده سر صنف 3 یا صنف 4 مکتب است. و از جانب دیگه این سید امیر حسین کاظمی است که بچه که خودم است و این وقتی که به دنیا آمد اینا دوگانگی است، یک خواهرک که دیگه هم داره و شهید کاظمی اینا رو بسیار دوست داشت. سو علاقه داشتیم که مطابق با نمو رشته ای که تحصیل کردیم در خدمت مردم بوده باشیم، در عرصه های طبی در معالجه مردم پرداخته شود. ایرام خاطر نشان میسازم با شما که در سال یعنی قبل سال 1386 که محادثه تکاندهنده بغلان اتفاق بیفته ما یک شفاخانه شخصی داشتیم که شفاخانه همیاله با نام شفاخانه افغان پلوهند در خدمت مردم عزیز قرار داره. ما خودم در اونجا مشغول بودم، مصروف بودم، مشغول خدمت کردن به مردم و هیچ انتظاری هم نداشتیم که تو حادثه اتفاق بیفته. تصمیم داشتیم که مطابق با اونمو رشته دلخواه، مطابق با اونمو رشته تعیین شده تحصیلات خود ادامه بدیم تا مقطع دکترا پیش بریم و در پالوی از او کارای سیاسی را نه به این شیوه که فعلا وجود داره کارهای سیاسی یعنی فعالیت های سیاسی را باید ادامه بدیم. یعنی یک شخصیتی که در رشته خاص میخواد تحصیلات خود پیش ببره و همه رشته های دیگه را میتونه بسیار با آسانی پیش ببره یا فعالیت هایش ادامه بده. خواست من این بود که به عنوان یک شخصیت باشم که در خدمت مردم بوده باشم، خدمات رسانی را داشته باشیم و از این خدمات مردم ما بهره مند شود و
ما امی تصمیم داشتیم. حالا که جبر زمان شیوه کار را تغییر داد و ما مطابق با اونمو خواست مردم و خواست خدای متعال و انرژی و پتانسیلی که خود ما داریم، ما میخواییم که پیش بریم تا حدی که بتانیم خدمات شایان به مردم افغانستان داشتیم. دفتر است، دفتر حزب اقتدار ملی است که در این دفتر هم کارهای تشکیلاتی و کارهای اجتماعی رو ما انجام میدیم و هم دفتر وکالت پارلمانی است و در پالی ازو کارهای فرهنگی و که کارهای هفته‌نامه اقتدار ملی است در همینجا انجام بشه. ما خواستیم که از یک آدرس چند استفاده را داشته باشه. فعلا ما در اینجا قرار داریم. عمدتاً در کارهای فرهنگی در دوره جهاد حضور فعال داشتیم. در بازم یادآوری میکنم از شهید کاظمی که در او دوره ایشان هم عمدتاً کارهای فرهنگی را داشتند. کلاس ها و صنف های بسیار خوبی را دایر کرده بودند. ما در سال 66 که از کابل رفتیم در ولایت پروان، بسیار زود جذب شدیم در کلاس یا صنف درسی که از طرف شهید کاظمی تدویر یافته بود. رشته های مختلف در اونجا تدریس می شد. اساتید بسیار مجرب خودش جذب کرده بود در اون دوران که ما یک مدتی را در اونجا سپری کردیم با نمو درس های بسیار خوب که ما از شهر کابل رفته بودیم. در ذهن ما یک چیزی می آمد که شاید اطراف با درس شهر فرق داشته باشد، ولی در اونجا زیاد تفاوتی وجود نداشت. ما عمدتاً بعد از او کارهای فرهنگی را ادامه دادیم تا سال 68 که در سال 68 هم باز یک کنفرانس یا همایش بزرگی از میان مجاهدین برگزار شد در ولایت بامیان که منجر شد به شکلگیری حزب وحدت اسلامی افغانستان. و در همو دوران شهید کاظمی یکی از شخصیت‌هایی بود که به عنوان هیئت از طرف حزب وحدت اسلامی افغانستان مأموریت گرفت که ما هم در کنارش بودیم. بسیاری وقتا با احزاب دیگه جهادی ارتباطات را برقرار کردن و تا اینکه انقلاب مجاهدین به پیروزی رسید، در این دوران عمدتاً ما در کارهای اجتماعی و کارهای فرهنگی و کارهای سیاسی زیادتر حضور داشتیم.
آخر روز است، ماه مبارک رمضان است. ما از خدای متعال استدعا میکنم که روزه و نماز شما و عبادات شما قابل قبول برای خدای متعال بوده باشه و افطار خوش برای همه شما میخوایم. و از جانب دیگه ما دو تا آدرس داریم، یکی آدرس در پل سرخ است، در گلایی پل سرخ کارتیسی، و آدرس دیگه که خانه است در سرک 4 قلعه فتح‌الله است. ما همیشه در خدمت شما عزیزان هستیم. یاد شما باشه که هر دو آدرس کرایی است و در خدمت شما عزیزان هستیم. مطابق با توان هر نوع مشکلی که بوده باشه، بازم تکرار میکنم، مطابق با توان در جهت حل مشکل شما اقدام خواهد کردیم. پیش ما مسئله قوم و سمت و نژاد مطرح نیست، پیش ما مسلمان بودن و افغان بودن مهم است. دروازه دفتر و دروازه خانه باز است. ما همواره دوستای عزیزی که محافظت میکنه به اینا گوش زد کردیم که شما حق ندارین از مردم سوال بکنید که تو کی هستی، از کدام قوم و نژاد و سمت هستی. ما امیدوار هستم که خدای متعال کمک بکنه به حقی ماه مبارک رمضان که ملت افغانستان به طرف صلح و ثبات و شکوفایی در حرکت بوده باشه. و ما امیدوار هستم که در برنامه های بعدی همراه با دستاورد بسیار خوب در خدمت شما عزیزان بوده باشیم. تشکر، خدا حافظ شما. خدا حافظ. خدا حافظ.